په دې ورځو کې د هیواد په رسمه کې د افغان د خلیص څخه د سولې غوښتنه پورته کیږي. په هرات ولایت هم د خپلواکۍ د 99 کلیز په مناسبت یو شمیر ځوانان راټول شوي تر څو هم د خپلواکۍ جشن ولمانځي او هم د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. از بیوه شدن زنان و از یتیم شدن فرزندان دیگر خسته شدیم، بیان به پروسه صلح لبیک بگوین و برادروار در کنار هموطنان خود، در کنار برادران خود و خواهران خود زندگی مسالمت آمیز را در پیش بگیرن. نیروهای پر افتخار شهر هرات یک جشن بسیار با شکوهی برگزار شد که شعارشان اتحاد، همبستگی و یک پارچگی بود. شعارشان برای مخالفین مسلحی بود که به این دست از جنگ بکشن. از نیران این شمشیر دوباره برد. بس محل در افغانستان خلق به هر سفران دلوره به سول ارمان جنگی زنی به سول پارنده پیاده نظر نکوی او زنور به جشنی که به سول اغفتن نکوی. دولت خواسته ما این است که آتش بس ادامه بده، یک روز دو روز نه اینکه برای یک عید برای دو عید اینا آتش بس باشند. ما میخواییم که آتش بس برای همیشه باشه، جنگ نباشه و دیگه آرامی باشه. کشور ما بتونه با یک دل آرام با یک امنیت عالی این جوان ها کشور کنه. د هرات والی د جشن د لمانځلو څخه مننه وکړه. د هرات والی وی هر ورځ د افغانستان اوسیدونکو وسلوالو طالبان ته د سولې لاس اوږدوي، خو هغوی د سولې پیغام ځواب د ټوپک په ډزو او چاودنو سره ورکوي. خو والی وی خلک به د وسلوالو طالبان د ځواب هیڅکله هیر نه کړي. آتش بس و برای صلح و برای آشتی مردم افغانستان استقبال کردند. مردم استقبال از این قاتلان نکردند. به هیچ قیمتی مردم افغانستان از این آدمکشان، جانیان و مافیای مواد مخدر، جواسیس کشورهای بیگانه استقبال نمی کنند. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 99 کلیز څخه داسې وخت یادونه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري.